دیدار حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با سفیر امریکا پس از یک سال. ادعاها مبنی بر آوردن وکیلان به خواست حکومت به ولسی جرگه. و مقام های تهران اظهارات اخیر وزیر خارجه امریکا در مورد ایران را بی بنیاد و غیر منطقی می خوانند. برام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها. سفیر امریکا در کابل پس از یک سال تاخیر به خانه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین رفت. جان بس شب گذشته با رئیس جمهور پیشین کشور بر وضعیت جاری افغانستان، استراتژی سیاسی و نظامی امریکا و مسائل مربوط دیگر گفتگو کرد. کرزی از چند سال به این سو با ایالات متحده بر سر استراتژی این کشور در قبال افغانستان، سیاست های واشنگتن در رابطه با پاکستان، تلفات ملکی زندانهای آمریکایی، عملیات شبانه و برخی مسائل دیگر اختلاف دارد. پیش بینی می شود که این ملاقات سفیر آمریکا با رئیس جمهور پیشین کشور سر آغاز تغییر استراتژی صلح و جنگ ایالات متحده در افغانستان شود. در حالی که یک هیئت مشترک سه اداره آمریکا در گزارششان به کنگرس این کشور استراتژی واشنگتن در قبال افغانستان را غیر مؤثر خواندند، سفیر آمریکا پس از یک سال تاخیر با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین که بزرگترین منتقد استراتژی صلح و جنگ آمریکا در افغانستان است ملاقات کرد. سفیر آمریکا در کابل شب گذشته به خانه حامد کرزی رفت و در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه با وی گفتگو کرد. کرزی از چند سال بدین سو بر یک سلسله سیاست‌ها و استراتژی‌های ایالات متحده با واشنگتن اختلاف جدی دارد. پالیسی آمریکا در رابطه با پاکستان، تلفات ملکی در نتیجه بمباری، عملیات نظامی به شمول عملیات شبانه، موجودیت زندان‌های آمریکایی، استراتژی صلح و جنگ آمریکا و تعریف تروریسم از جمله موارد است که از زمان حاکمیت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین تا اکنون میان وی و ایالات متحده مخالفت‌ها و درس‌های جدی ایجاد کرده است. کرزی رئیس جمهور پیشین کشور یک سال پیش از پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای آمریکا بر ولسوالی اچین مخالفت نشان داد و ایالات متحده را متهم کرد که داعش در حضور این کشور ظهور کرد. سفیر آمریکا پس از یک سال تاخیر در حال با رئیس جمهور پیشین ملاقات میکند که به تازگی در یک گزارش ارائه شده به کنگرس آمریکا استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان بی‌نتیجه خوانده شده است و قصر سفید نیست قماندان نظامی جدید را به افغانستان فرستاده است. به باور آگاهان سیاسی، این ملاقات سفیر آمریکا با حامد کرزی ممکن سر آغاز تغییر استراتژی صلح و جنگ آمریکا در افغانستان باشد. ولسی جرگه میگوید که حکومت وحدت ملی به عوض برگزاری انتخابات شفاف میخواهد تا افراد دلخواهش را به پارلمان آینده بیاورد. اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت در امور کمیسیون مستقل انتخابات به گونه مستقیم مداخله میکند و میخواهد تا نامزدان را در انتخابات پارلمانی آینده موفق اعلام کند که با سیاستهای حکومت موافق هستند. اعضای ولسی جرگه میگویند که روند کند فعلی ثبت نام نشان میدهد که ممکن اشتراک مردم در انتخابات آینده کمرنگ باشد که این موضوع مشروعیت انتخابات آینده را نیز زیر سوال میبرد. پس از نشر گزارش‌ها در رابطه با مداخله مستقیم حکومت در انتخابات آینده پارلمانی، اکنون اعضای ولسی جرگه می‌گویند که حکومت اراده برگزاری انتخابات شفاف را ندارد و برای آوردن وکیلان طرفدار حکومت از همین اکنون کار را آغاز کرده است. اعضای ولسی جرگه می‌گویند که حکومت وحدت ملی تلاش می‌کند تا کسانی به پارلمان آینده رای یابند که با سیاست‌های حکومت وحدت ملی موافقند. حلقات ارگ و بخصوص رئیس جمهور میخواهد کسانی که حداقل شفافیت در برگزاری انتخابات در نظر دارند اونا را از سر رایشان دور بسازند و انتخابات را مطابق میل و خواستشان برگزار بکنند که انتخابات پر از تقلب و انتخابات غیر شفاف تا بتوانند افراد دلخواه خود را به پارلمان بیاورند. ایران ما میفهمیم که انتخاباتی که پیش روی هست
این انتخابات توسط مردم تعیین نمیشه، بلکه حکومت میخواد اشخاص و افراد بلیگوی و بلیگوی خود اینجا انتصاب بکنن. بنابراین مردم از اراده قانونی خود استفاده کردن نمیتونه، انتخابات غیر مشروع میشه، قابل قناعت نیست، مملکت به طرف بحران میره، اعتبار تجزیه وجود داره. وکیلان میگن که حکومت با این کار نه تنها رأی مردم را توهین میکند، بلکه به گفته آنان تمام اصول دموکراسی را نیز زیر پا میکند. اعضای ولس جرگه میگن روند کند ثبت نام فعلی نشان میدهد که اشتراک مردم در انتخابات آینده کم رنگ خواهد بود و به باور آنان این موضوع مشروعیت انتخابات آینده را نیز زیر سوال میبرد. ما حاضر هستیم بریم در سفارت آمریکا، بریم در اتحادیه اروپا، برای اونها بگیم شما چه نوع انتخابات در افغانستان برگزار میکنیم و هدف شما از برگزاری انتخابات چیست. اگر بحثی برای این برگزاری انتخابات داریم، باید مردم افغانستان را در نظر بگیریم که اونها در انتخابات شرکت بکنه، نه که به عنوان ناامن کردن. اکثریت سایت ها مسدود شده و اکثریت هم در حال مسدود شدن که از این بعد هم شاید بیشتر از اون مسدود بشه. دیگه ملت افغانستان یک انتخابات پرتقلب، یک حکومت و یک پارلمانی که در نتیجه تقلب یک حلقه خاص در هر ریاست جمهوری به وجود آمده هرگز نمیپذیره. وظیفه پارلمان افغانستان، پارلمان موجود، مجلس 16 است، تا آخرین روزی که در این خانه هست باید از آرای مردم افغانستان و از اراده مردم افغانستان باید صیانت بکنه. جلو مداخلات و تلاش هر ریاست جمهوری برای تقلب و مهندسی انتخابات آینده افغانستان باید از مکنون جناب رئیس گرفته شود. گفته می شود که فیصله نصب استیکر بر فتوکپی تذکره های اختلافات میان کمیشنران کمیسیون را چندین برابر افزایش داده است و برخی کمیشنران گفتند که حکومت آنان را در صورت عدم پذیرش خواسته هایش به استعفا تهدید کرده است. اعضای ولس جرگه می گویند که با بدتر شدن وضعیت امنیتی تمام مراکز رایدهی در مناطق دوردست مسدود شده است و مردم آمدن از این روند محروم نگه داشته می شوند. با باور اعضای ولس جرگه پس از فرا فاریاب و غزنی نیز با خطر سقوط مواجهند، اما حکومت به دلایل نامعلوم برای بهبود وضعیت اقدام نمی کند. ولایت فاریاب، سرپل و جوزجان، آنچه که گفته میشه و فکر میکنید خرابتر از آن است. ما به عنوان نماینده مردم ولایت فاریاب رسما از این مایک اعتراف میکنم که فاریاب یا همان دروازه شمال در حالت سقوط است و سرنوشت فراو قندوز در فاریاب هم آمدنی است. عدم تدابیر پیشگیرانه حکومت تا همین لحظه باعث خواهد شد که ما شاهد فجایع خونبارتر در غزنی باشیم. جناب رئیس صاحب، اگر مسئولین امنیتی ما برای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با تروریستان اقدامات را روی دست نگیره، ما شاهد سقوط غزنی و فاجعه انسانی در غزنی خواهد بودیم. که استراتژی جدید خود ترامپ برای افغانستان و آسیای میانه اعلان کرد، هم آسیای میانه را با آتش کشاند و هم امروز افغانستان در این آتش میسوزه. انتقاد اعضای ولس جرگه در رابطه با مداخلات حکومت در انتخابات پارلمانی در حالی است که گفته می شود حکومت بر ایجاد کمیته ده نفری برای گزینش نامزدان احتمالی به ولس جرگه کار می کند. گروه داعش هر سال صدها هزار دلار را از استخراج معادن افغانستان به دست می آورد. بر اساس گزارش تازه گلوبال ویتنس، جنگجویان داعش از طریق استخراج غیرقانونی معادن سالانه صدها هزار دلار را به دست می آورند و معادن استخراج شده توسط این گروه از طریق پاکستان به اروپا و امریکا صادر می شود. گلوبال ویتنس به نقل از یک کماندان گروه داعش نوشته است که معادن ننگرهار به دست مافیا است و جنگجویان آنان برای به دست آوردن این معادن از هر راه ممکن استفاده خواهند کرد. اعضای دیدبان شفافیت افغانستان در واکنش به این گزارش میگویند که نبود امنیت در کشور سبب شده است که گروه های جنگجو دسترسی آسان به معادن داشته باشند و برای ادامه جنگ از آن استفاده کنند. معادن کشور پس از مواد مخدر از جمله منابع مهم مالی دیگر گروه های توریستی شمارده می شود و در حال حاضر گروه های مسلح در مناطقی که حاکمیت دارند معادن را استخراج می کنند. بر اساس گزارش تازه مؤسسه گلوبال ویتنس در رابطه به همین مسئله، گروه داعش به هدف تسلط بر معادن در ننگرهار جنگ می کند و تاکنون 500 تن پودر تالک را از طریق پاکستان به اروپا و آمریکا انتقال داده است. گلوبال ویتنس در رابطه به این موضوع با نقل قول از مردم عام، گروه داعش و برخی از اعضای طالبان مسلح
کننده گزارش تفصیلی را تهیه کرده است که در آن گفته شده است که داعش به کمک انجینیران عرب و پاکستانی معدن افغانستان را استخراج می‌کند. در گزارش این مؤسسه به نقل از برخی افراد به شرط عدم افشای هویت گفته شده است که داعش در برخی ساعات ننگرهار ماشین‌ها و تجهیزات دیگر را جابجا کرده است و عملاً استخراج سنگ‌های قیمتی را آغاز کرده است. در این گزارش تصاویر معدن نیز نشر شده است که در مناطق تحت کنترل جنگجویان مسلح استخراج می‌شود. گلوبال ویدنس به نقل قول از یک قمندان گروه داعش نوشته است که معدن ننگرهار به دست مافیا است و جنگجویان آنان برای به دست آوردن این معدن از هر راه ممکن استفاده خواهند کرد. سنگ‌های قیمتی و معدن دیگر منابع مهم برای طالبان مسلح، گروه داعش و گروه‌های مسلح دیگر است و گروه داعش هر سال به ارزش صدها هزار دلار از این درک عاید به دست می‌آورد و تصرف معدن نیز از اهداف مهم این گروه شمرده می‌شود. دیدبان شفافیت افغانستان نامنی در کشور را عامل استخراج غیرقانونی معدن توسط گروه مسلح می‌خواند. بر اساس معلومات این نهاد، حکومت افغانستان سالانه 40 تا 50 میلیون دلار را از استخراج معدن به دست می‌آورد، اما عواید گروه مسلح از این درک چندین برابر بیشتر از عواید حکومت است. روان جګړه باندې اغیز ډیر معلومه ده. چرته چې امنیت نسته هغلته باید جګړه واوسیږي. چرته چې جګړه دلته امنیت نسته او چرته چې امنیت نسته هغوی نه مخالفې ډلې استخراج کوي او د دوی شخصي ګټې پکې تضمین دي. نو معلومه خبره ده چې دا به د جنګ په صورت کې د جنګ په ډیروالي کې یو خاص رول لري چې مخالفې ډلې په ډېر اسانۍ ترې استفاده کولی شي. شماری از اعضای ولس جرگنیز میگویند که معدن افغانستان به منابع مالی گروه های مسلح و زورمندان این کشور مبدل شده است که برای ادامه جنگ از آن استفاده میکنند. پیامد چنین وضعیت بدبختی های بیشتری را بر مردم افغانستان بار میره و سرمایه ملی مردم افغانستان به غارت برده میشه و بیشترین ناامنی ها هم که اصلا در افغانستان در نقاط هستند که اونجا معدن وجود داره، امکانات وجود داره، مخالفین بیشتر از این به نفع خود استفاده میکنند. وزارت دفاع نیز میپذیرد که گروه های مسلح در مناطق تحت کنترلشان معدن را استخراج میکنند و از این درک عواید زیادی به دست میآورند. تلاش کردیم که در رابطه به این موضوع نظر وزارت معدن و پترولیم را نیز داشته باشیم، اما این وزارت میگوید که در رابطه به این موضوع نشست خبری را برگزار خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا جنرال اسکات میلر را به حیث قمندان جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان مقرر کرده است. تورن جنرال میلر رئیس مرکز عملیات خاص مشترک در افغانستان بود و در عراق و سومالیا نیز وظیفه اجرا کرده است. وی در حال حاضر رهبری نیروهای خاص را بر عهده دارد که جنگ مخفی با تروریستان بین المللی را به پیش می‌برند. ایالات متحده قمندان جدیدی را برای نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تعیین میکند. در رابطه با جانشینی جنرال نیکلسن از جنرال اسکات میلر نام برده میشود که از سال 2013 تا سال 2014 در افغانستان و عراق رهبری مرکز عملیات های خاص مشترک آمریکا را بر عهده داشت. این در 10 سال گذشته نهمین قمندان آمریکایی است که سوی واشنگتن به افغانستان فرستاده میشود. در رابطه با قمندان احتمالی جدید آمریکا در افغانستان گفته می شود که در جنگ مخفی بر ضد تروریسم در سطح جهان تجربه کافی دارد و عملیات خاص و استخباراتی بر ضد طالبان و داعش را به خوبی رهبری خواهد کرد. گزارش اخیر سه اداره ایالات متحده به کنگره این کشور نشان می دهد که استراتژی جدید ترامپ نتیجه قابل ملاحظه در افغانستان نداشته است و با وجود عملیات هوایی و زمینی طالبان هنوز هم بخش های بزرگی از خاک افغانستان را در تسلط دارند و در کابل و ولایات کشور دست به حملات مرگبار میزنند. با باور آگاهان سیاسی، فرستادن قمندان جدید آمریکایی به افغانستان نشان می‌دهد که ترامپ در موجودیت جنرال نیکلسن بر موافقت استراتژی جدیدش در افغانستان باورمند نیست. ترامپ پیش از این نیز در رابطه با نیکلسن نظر خوبی نداشته است. دهلیز هوایی یک سیستم پایدار به هدف گسترش بخش صادرات افغانستان نیست. اتاق تجارت و صنایع میگوید اگر بر روی این دهلیز سبسایدی 60% قطع شود، تاجران افغان بیشتر متضرر خواهند شد. اتاق تجارت و صنایع اما خوشبین است که با استفاده از این طریق اموال تاجران افغان به مارکت‌های جهانی راه پیدا کند و با افزایش تقاضا تاجران خود تشویق به انتقال اموالشان خواهند شد. اما گاهان اقتصادی میگویند که ایجاد دهلیز هوایی با برخی کشورها هیچ مفادی به خاطر گسترش صادرات ندارد، زیرا این کار حکومت اقدام زیربنایی نیست.
یک سال پیش دهلیز هوایی میان افغانستان هند افتتاح شد و رئیس جمهور غنی در سخنرانیش هدف افتتاح آن را پاسخگویی بنیادی به بندر سپین‌بولاک کندهار با پاکستان و مبدل شدن افغانستان به کشور صادراتی خواند. در اوج ناوخت شو به می نتیجه رسیدیم که مفکوره باید به مفکوره پایدار بدل شد و نامشه اموشو کوریدور هوایی گفت. اکنون در کنار دهلیز هوایی با هند و قزاقستان، دهلیز هوایی با ترکیه نیز به تازگی گشایش یافت. حکومت افغانستان تصمیم دارد تا این دهلیز را تا عربستان سعودی، دبی، قطر، مسکو و چین نیز گسترش بدهد. اتاق تجارت و صنایع میگوید که صادرات از طریق دهلیز هوایی در مقایسه با ترانسپورت زمینی خطاهن و بحری به تجاران افغان اقتصادی نیست، اما با کمک های آمریکا اکنون با 60% سبسایدی اموال تجاران افغان از این طریق صادر می شود. اتاق تجارت و صنایع خوشبین است که از طریق دهلیز هوایی اموال تجاران افغان به مارکت های جهانی را پیدا می کند و با افزایش تقاضا تجاران خود تشویق به انتقال اموالشان خواهند شد. اتاق تجارت و صنایع نگران است که این سبسایدی تا 2 سال آینده برای تجاران افغان متوقف شود، زیانهای بیشتر بر تجاران افغان وارد می کند و آنان حاضر نخواهند شد تا اموالشان را از این طریق با قیمت بلند صادر کنند. در صحیح خبر ده چه که چرت دفتان پا وسنی وقت که 1 کال روستا یا 2 کال روستا در بند شی طبعا یو تاثیر به او که زمان پا مارکت باندی یا زمان تبا زیان داوره سیگی طبعا پا دوم رغت مصرف باندی با تاجر نگوالی چه مال انتقال کی. خو ما مخ که معرسو که بیم وایم چه که چیر تا منگا پا جهانی بازارونو که خپل حضور پیدا کو، خپل شناخت پیدا کو او خپل جنس هل تویسو تقاضا موجود شی زمان د جنس د خریداری کولو دپاره بیا با تاجر هم مجبور وی چه دا خپل مال پا خپل مصرف باندی دا وادلاری انتقال کی. حکومت افغانستان سیاست های اقتصادیش را بر مبنای نزدیکی روابط سیاسی با برخی کشورها اثر گرفته است که از نظر آگاهان متأثر از سیاست های جهانی است. تحلیلگران اقتصادی میگویند که ایجاد دهلیزهای هوایی به هدف گسترش صادرات افغانستان یک اقدام دائمی و زیربنایی نیست و حکومت روی انکشاف صادرات به گونه زیربنایی توجه نکرده است. می خواهیم که بر صادرات افغانستان کار کنیم. ایجاد دهلیز هوایی یک وسیله راهبردی یا زیربنایی نیستند. باید بالای وسایل راهبردی زیربنایی دولت توجه کنه و بالای از او وسایل سرمایه گذاری کنه که صادرات افغانستان به شکل زیربنایی انکشاف پیدا کنه. پس از روی کار آمدن دهلیز هوایی میان هند و افغانستان سال گذشته، میلیون ها تن میوه تجاران افغان به علت انتقال نشدن از طریق دهلیز هوایی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گندیده شد و زیان های هنگفته با تجاران افغان وارد کرد. برخی اعضای ولسی جرگه با اشاره به این مشکلات میگویند که ایجاد دهلیزهای هوایی با برخی کشورها مشکل صادرات افغانستان را به شکل اساسی حل نکرده است و حکومت تنها با ایجاد این سیستم غیر منظم به نفع خود تبلیغات کرده است. داشت یو بنیادی حل شده و راون و جزی پکر نکم شده که دلیزون با موقت یو دی لارا داشت بنیادی علیزون بولم. شرکت های هوایی خودی افغانستان هیچ نوع تضمینی برای ادامه کارشان وجود نداره، اکثریتشان سقوط کرده، سبسایدی ندارد، تیاره ندارن و خریداری هم کرده نمیتونن نسبت نبودی بودجه. ای اصلا میتونه یک تبلیغ برای به نفع حکومت بوده باشه، از این بالاتر چیزی بوده نمیتونه. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع، از زمان گشایش دهلیز هوایی 250 هزار تن اموال و میوه تازه و خشک به هند، قزاقستان و ترکیه صادر شده که 1 کیلو مواد به ترکیه در بدل 2 دلار انتقال یافته است. وزیر دفاع روسیه میگوید که بی‌ثباتی افغانستان آسیای میانه را بی‌ثبات کرده میتواند. سرگی شویگو در سفرش به ازبکستان با مقام‌های این کشور ملاقات کرده و گفته است که امنیت در سرحد با افغانستان باید تامین شود و در صورت موجودیت تهدیدات اقدامات لازم انجام خواهد شد. وزیر دفاع روسیه گفته است که افغانستان هنوز هم بی ثبات است و جنگجویان مسلح از سوریه و عراق فعالیت‌هایشان را به این کشور گسترش می‌دهند. وی می‌گوید که احتمال زیادی وجود دارد که تروریستان از افغانستان وارد کشورهای آسیای مرکزی شوند و در این کشورها دست به فعالیت‌های تروریستی بزنند. در این سفر وی میان ازبکستان و روسیه قرارداد 10 فروند هلیکوپتر جنگی نیز امضا شده است.
سخی مشوانه نماینده کنر در بلوچستان ادعا می کند که احزاب در برخی از ولایات مردم را مسلح می کنند و بیرقهایشان را بلند می نمایند. سخی مشوانه هرچند از حزب نام نمی برد، اما گفته می شود که هدف وی حزب اسلامی است که در ولایت کنر نفوذ گسترده دارد. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی حزب اسلامی این اظهارات را بی اساس می خواند و می گوید که برخی افراد که منافعشان در جنگ نهفته است می خواهند تا در برابر تفاهم نامه صلح حزب اسلامی با حکومت موانع ایجاد کنند. سخی مشوانه نماینده کنر در بلوچستان که عضویت حزب جمعیت اسلامی را نیز دارد ادعا می کند که احزاب در برخی ولایات تلاش های را برای مسلح نمودن مردم آغاز کردند. وی می گوید که این سلسله در ولایت کنر آغاز شده است و برخی احزاب به نام همکاری با حکومت افراد وابسته به خود را مسلح می کنند و به عوض بیرق سه رنگ افغانستان بیرق احزاب را بلند می کنند. هرچند وی از حزب نام نمی برد، اما حزب اسلامی در کنر از جمله احزابی است که نفوذ گسترده دارد. چی بعض تنظیمون پا دین اما غالی چی ده حکومت سرا همکاری وکی زان مصالح کی او پا بعض زینو که خپل کسان زی پزی کلی دی خو ده دی پزی چی ملی بیرق ولری آغا تنظیمی بیرقونا عمل تا ودرولی دی کچر تا دسی مسائلو تا ادامه ورکلشی زبا پا فکر بانی ده تیر کلونو پشانتی چی ده یو آویا کال کی چو آماغا سی مسائل با پیدا شی بازی تنظیمون وست غالی یو خارجیانم دا غالی چی آغی مسلح کی یو بحران ناودی. سخی مشوانه می گوید که از هر گونه همکاری با حکومت حمایت می کند، اما بر افراشتن بیرق احزاب به منای تکرار تجارب جنگ های داخلی خواهد بود. از سوی دیگر حزب اسلامی این اظهارات را رد می کند و می گوید که همزمان با توافق نامه صلح تمامی فعالیت های مسلحانه حزب اسلامی به پایان رسید است. دفتر مطبوعاتی حزب اسلامی می گوید برخی افرادی که منافعشان در جنگ نهفته است اکنون نیز تلاش می کنند تا در برابر صلح موانع ایجاد کنند. دهاتان در کابل بر ضد اسرائیل و امریکا دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان در واکنش به افتتاح سفارت امریکا در بیت المقدس و کشتن فلسطینی های بیگناه توسط سربازان اسرائیلی گرد هم آمده بودند. تظاهر کنندگان خشمگین بر ضد امریکا و اسرائیل شعار می دادند و همچنان بیرق های اسرائیل و امریکا را به آتش کشیدند. تظاهر کنندگان از جامعه جهانی، کشورهای اسلامی و سازمان ملل خواستند تا جلب این کار امریکا را بگیرند و همچنان با اسرائیل اجازه کشتن فلسطینی های بیگناه را ندهند. برای نخستین بار قانون اجرات اداری توشیح و در جریده رسمی نشر شد. وزارت عدلیه می گوید که در این قانون امور مربوط به تنظیم اجرات اداری، بهبود روابط میان مردم و اداره ها، دفاع از حقوق و منافع مشروع مردم، اطمینان از اجراءات در رابطه به همین حقوق و منافع مشروع و برخی موارد دیگر شامل می شود. مسئولان می گویند که در این قانون تمامی حقوقی که مردم و به خصوص کارمندان اداره ها بر اداره ها و اداره ها بر مردم و کارمندان دارند گنجانیده شده است. این وزارت می گوید که قانون اجراءات اداری با توجه به مواد قانون اساسی در کشور آماده شده است و به تاریخ 15 سرطان سال جاری نافذ می گردد. ولی که ضمانت اجرایی در هیچ کدام از قوانین موجود نداره. در روند استخدام در اداره دولتی کسی متضرر شد و یا یک سری از رفتارهای غیر قانونی را متوجه بود، شکایت داشت، طبق معمول میتونه به اداره مطرح کنه شکایتش. اگر اداره جدی نگرفت میتونه که به محکمه اقامه دعوا کنه مطابق قانون اجرایی اداری و این گپ مبنای قانونی داره و محاکم در راستای رسیدگی به شکایت او فرد رسیدگی می. خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه. بازم خوش آمدید در ادامه خبرهای جهان. مقامهای تهران اظهارات مایک پمپیو وزیر خارجه امریکا در رابطه با ایران را بی بنیاد و غیر منطقی می خوانند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت است که اظهارات مقامهای امریکایی در رابطه با ایران به این دلیل است که آنان خود در داخل ایالات متحده تحت فشارهای جدی قرار دارند. در همین حال وزیر خارجه فرانسه نیز بر پلان وضع تحریم‌های جدید بر ایران از سوی واشنگتن انتقاد کرده و گفته است که این تحریم‌ها
به ناامنی ها در منطقه دامن خواهد زد. روسیه 4 راکت دوربرد جدید را آزمایش کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید که این راکت ها از بحیره سفید از یک زیر دریایی این کشور پرتاب شده است. منابع می افزایند که این راکت های بالستیک به نام بولاواز ظرفیت انتقال کلاهک‌های اتمی را نیز دارد. وزارت دفاع روسیه شکل های ابتدایی این نوع راکت ها را در سال 2016 آزمایش کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ملاقاتش با کیم جونگ آن رهبر کره شمالی که قرار بود به تاریخ 12 جون برگزار شود به تعویق خواهد افتاد. ترامپ روز سه‌شنبه پس از ملاقاتش با مون جای ان رئیس جمهور کره جنوبی گفته است که ممکن این ملاقات در وقت تعیین شده صورت نگیرد. وزیر خارجه چین پس از این اظهارات رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده است که این نشست میان رهبران آمریکا و کره شمالی در وقت معین آن و با موفقیت برگزار گردد. جرمنی تلاش‌هایی را آغاز کرده است که تا در مسائل جنجالی مانند توافقنامه اتمی با ایران و روابط تجارتیش با آمریکا به توافق برسد. وزیر خارجه این کشور در پیوند به همین موضوع به واشنگتن سفر کرده است و در این سفرش با وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی آمریکا ملاقات خواهد کرد. این سفر وزیر خارجه جرمنی به واشنگتن در حالی است که مقام‌های آمریکایی هفته جاری وضع تحریم‌های شدید را بر ایران هشدار دادند. سرویس خبری ما در همین جا پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. الله نگهدار.